یوشع یوشع دستیار موسا بود که در دوران چهل ساله قوم اسرائیل در بیابان فرماندهی لشکر اسرائیل را به عهده داشت. پس از مرگ موسا یوشع رهبر قوم اسرائیل می شود تا قوم را به سرزمین موعود رهبری کند. مطالبی که در کتاب یوشع آمده مربوط است به جنگ های بنی اسرائیل با ساکنان کنعان و تقسیم سرزمین موعود بین قبایل اسرائیل. دوازده فصل اول کتاب از فتح کنعان سرزمین موعود به دست بنی اسرائیل سخن می گوید. یوشع به فتح شهرهای کنعان می پردازد. او سرزمین کنعان را بین قبایل اسرائیل تقسیم می کند و به آنها مأموریت می دهد تا با بیرون راندن کنعانیهایی هایی که هنوز در سرزمین موعود ماندهاند هر قبیله‌ای سهم خود را تصاحب نماید. فصل 13 تا 22 درباره حل مسائل مربوط به اقامت در سرزمین موعود است. در فصل 23 و 24 میخوانیم که یوشع قبل از فوتش بزرگان قوم را فرا میخواند و به آنان گوش زد می کند که کارهایی را که خداوند برای قوم اسرائیل کرده است فراموش نکنند. یوشع آنان را تشویق می کند تا خدای واقعی را پرستش کنند و تنها آنچه را خداوند می گوید انجام دهند. او به قوم اسرائیل می گوید امروز تصمیم خود را بگیرید. سپس اعلام می کند این را بدانید که من و خانوادم از خداوند پیروی خواهیم نمود. در کتاب یوشع موضوع پیروی از خداوند و تصمیم به اطاعت از او مورد تأکید قرار میگیرد. قوم اسرائیل تصمیم گرفتند از خداوند پیروی کنند. شما چه تصمیمی گرفته اید؟